سلام دوستان، امروز میخوام دلمه کلم درست بکنم. دلمه کلم برای کلم دلمه کلم حتما بعد اونو بذاریمش توی آب، یه کمی نیمپز بشه، یعنی نیمپز هم نخه، یک ذره نرم بشه چون خورد میشه وقتی کلم رو باز میخوایم بکنیم، از برگاش استفاده بکنیم. حتما باید توی آب گرم بذاریمش یا روی گاز بذاریم 10 دقیقه نرم بشه برگاش، تا بتونیم از این برگاه یه مقدار لپه گذاشتم که پخته بشه برای همین دلمه کلمی که میخوایم استفاده کنیم. برای دلمه کلم حتما این مقدار باید پیازدار درست کنیم، یه کمی پیازدار، یه کمی نمک توش میریزیم. نیاز داره که بعدش کمی شاید زردچوبه بریزیم، منتها قبل از اینکه زردچوبه رو بریزیم من همیشه اول گوشت رو تفت میدم، گوشت رو تفت میدم و بعدش مراحل بعدی دارم. کمی من این برگای پیازچه رو، دنب پیازچه رو بهش اضافه کردم و الان وقتشه که لپرم یه تفت بدیم. تفت دادن لپه باعث میشه که دیگه له نشه، شکل خودش رو نگه داره. اینم از لپم رو جا باز میکنیم برای گوشت. گوشتمون میریزیم، گوشتم تو سفت میدیم، به حرفتون گوش کردم، سعی میکنم فراموش نکنم، با قاشق چوبی کار کنم که خیلی صدا هم نده، ظرف هم خراب نشه. اینجوری گوشتمونم تفت داده میشه. خب همه این مراحلش رو ببینید که یه وقت موقعی درست کردن فراموش نکنید چیزی رو. حالا اون سبزی خشکمون که مزه و ترخونه مقداری میزن، من شیویدم، خیلی دوست دارم، کمی هم شیوید میزن، خوشمزش میکنه. خب اینا رو همه رو با هم دیگه تفت میدیم. مرحله بعدی چیه؟ زردچوبه و روغ که اصلا طعم خوبی بهش میده. یه کمی هم فلفل، حالا قرمز دوست داریم، قرمز، فلفل سیاه دوست داریم، فلفل سیاه. یه چیز دیگر یادمون نره، اونم برنجمونه که بد نیست، یک هفتی برنجمونم به داده بشه. یه پیمونه من برنج دوستم که دلمست دیگه، مثلا بدون شلو که نمیشه، لاغل ما اینجوری درست میکنیم. شاید توی ترکیه دلمه هاتون رو کمتر شلو برنج میذارم، بیشتر گوشت دلمه هاشون، اما ما نه. خب تقریبا شما دست کنم زرچوبمون رو بریزیم، از تو طعم خوبی میده و بسیار پرخاصی هست. خب
سعی کنیم از روغن کمتری استفاده کنیم. یه خامش رو بگیریم با این تفتی که میگیم. بعد از این سوپ رو اضافه میکنیم. قول داده بودم که امروز یه غذایی درست کنم از اون چیزایی که خواسته بودین، درخواست داده بودین. یکیش دلمه بود، دلمه ها. یکی از این دلمه ها رو من انتخاب کردم، اونم دلمه کلمه، برگ کلم. توی این فاصله گفتم تا بقیه چیزا آماده میشه کاری که میکنم اینه که سالاد رو درست کنم و در خدمتتون باشم برای غذایی که قرار امروز با هم دیگه درستش بکنیم. خب درست کردن سالاد زیاد کار خاصی نداره، خیلی راحته. گوجه رو خوب میکنیم، میریزیم و خیار من با اجازه شده یه آب بزنم اصلا. دلمه رو بعضی وقتا بعضی ها باهاش شکلهای مختلف درست میکنن، مثلا شکلهای مختلف منظورم طعمای مختلفه. بعضی من دیدم یه کمی شیرین مزهش میکنن، غیر از دلمه برگ مو، منظورم دلمه کلمه. یعنی دلمه کلم بعضی ها یه کمی شیرین مزهش میکنن، بعضی هم نه، همونجوری که دلمه هایی مثل بادمجون و گوجه فرنگی و کدو و پیاز و اینا رو درست میکنن، این دلمه را یعنی دلمه کلم همونجوری ساده درست میکنن، یعنی شیرین مزهش نمیکنن. اونایی که کمی طعم شیرینی رو دوست دارن یک مقدار کمی توش شکر میرزن. چه خیار تازه ترد آبدار، یک کمی هم گل کلم بریزیم که پر از خاصیته. من خیلی دوست دارم گل کلم توی سالاد، توی اینجور سالاد. حالا تو سالاد شیرازی نمیشه ریخت، البته هیچ کاری نشد نداره، همه کار میشه کرد و هر جور که دوست دارین همون کار رو انجام بدین. هر تعمیره که دوست دارین میتونین مخلوط کنین با هم دیگه. اینم از کلممون. اینجا یه دونه تروپسیا داریم، تروپسیا من خیلی دوست دارم، جزء سبزیجاتیه که واقعا خوردنش خیلی لذت داره. بعضی رندش میکنن این تروپسیا رو و توش آب لیمو میریزن و حالا یه کمی روغن زیتون، نمک، و بعضی هم حلقه حلقش میکنن، بازم میشه آب لیمو ریخ. آب لیمو که میریزه خیلی خوشمزه میشه، میره به خوردش، یه کمی هم نمک میزنیم، این آب تروب میزنه بیرون، یه خیسی خیلی خوبی داره. من اینجا رو جمع جور میکنم و غذای اصلی که دلمه هست رو میارم خدمتتون که با همدیگه درستش بکنیم. دوستان ما شروع میکنیم کلم رو، کار کلم رو انجام دادن. کاری که باید بکنیم اینه که این برگا رو جدا کنیم و موادمون رو بریزیم توش. برگا رو چجوری جدا میکنیم؟ اینجوری مغزش رو در میاریم یا اینکه دونه دونه از
خود کلم جدا میکنیم اینا. اینا برگاز که قراره توش این مواد رو بریزیم، موادی که از قبل دیگه تهیهش کردیم و شما شکل تهیهش رو متوجه شدید و یاد گرفتید، البته دوستانی که بلد نبودن و الا خیلی ها خوب بلدن. کار خیلی سختی نیست واقعا، هیچی سخت نیست به نظر من، هیچی سخت نیست و همه کارها رو خیلی راحت میشه انجام داد، فقط باید دوست داشته باشین دیگه. و فکر میکنم که وقتی که بعد از یه مدت کار بکنید، مثلا آشپزی بکنید، آشپزی رو حتما دوست خواهید داشت و یواش یواش خیلی با عشق و علاقه این کار رو میکنید. چه برگای بزرگی هم داره. این برگا رو ما میتونیم کوچیکتر بکنیم و که دلمه هامون کوچیکتر باشه. دوست هم داشتیم میتونین بزرگ استفاده کنیم، ولی خیلی بزرگه واقعا این، و میتونیم کوچیکش کنیم و در سایز های کوچیکتر درست کنیم. خوشگل تره وقتی کوچیکتر میشه. حواستون باشه خیلی هم کلمتون رو نپزین، برای اینکه گفتم تو آب گرم میذاریم نا، ولی خیلی هم که بپزین له میشه موقع درست کردن، بذار سخت میشه، پاره میشه. قسمت های سفت کلم رو که این قسمت های ساقه هست رو در میاریم که موقع خوردن هم خب قسمت های لطیفترش، نازکترش، لذیذتره. قسمت های سفت رو میتونیم در بیاریم و از قسمت های نرمش استفاده کنیم، ولی هیچ وقت این قسمت ها رو دور نریزید. اینا رو خورد کنید، تفتش بدید، برای کلم پلو بذارید. برای کلم پلو خیلی خوشمزه میشه. حالا یه روزم کلم پلو براتون درست میکنم تا ببینید که چقدر خوبه. من حالا این برگ رو نصف میکنم، این برگ رو نصف میکنم و ببینید دوباره این قسمت های سفتش رو در میارم. و برگ رو نصف میکنم، فکر میکنم خیلی دلمه بهتر و قشنگتری در بیاد از توش. خب حالا همین تعداد رو من درست میکنم که شما ببینید. یه دونه قاشق برمیدارم، این که اندازه موادی که برمیدارم رو شما بهتر متوجه بشید. این مایه که از قبل درست کردم میذارم اینجا. و اینو روش میپیچم. خیلی خیلی کار ساده ایه، اصلا کار سختی نیست و همین شکلی که میبینید. بعدا اینو میذاریمش توی قابلمه. تو قابلمه برگای خشنتر رو یا بزرگ رو میتونیم کف قابلمه بذاریم و بعدش دلمه هامون رو بچینیم روی اون. به این شکل. این رو اینجوری میپیچیم، میذاریم روش. این برگم همینطور روش قرار میدیم. اینا باز نمیشن، به هیچ وجه باز نمیشن توی قابلمه که رو هم دیگه قرار میگیرن. به این شکل دونه دونه این برگا رو به همین شکلی که میبینید درست میکنیم.
قابلمه رو به این ترتیب پر میکنیم و مرحله بعدی که این مقداری آب بعد توش بریزیم، این آب رو میتونیم با آب و رب درست بکنیم که قرمز باشه، بریزیم روش. یه چیزی روی قابلمه، روی دنی این مواد که گذاشتیم میذاریم، مثل یه بشقابی چیز سنگین که چیز نشه، آب باعث قلقل آب باعث نشه که این باز بشه. خب همطور که ملاحظه میکنید من اینا رو چیدم و این برگا رو گذاشتم روش، برای اینکه اونم خیلی محفوظ نگه میداره. خب میتونیم به جای، اگر کسی زیاد رب دوست نداره، یه مقداری زعفرون بریزین و آب. من دو تا لیوان آب پیش میریزم، میذارم که بپزه. اگر فکر کردیم که لازمه بیشتر آب بریزین، در حین پخت متوجه میشیم، ولی بعید به نظرم میرسه. این ظرف و یه بشقاب به این شکل میذارم روش، برای اینکه اینا تکون نخورن، و در ظرف رو میذارم و میذارم روی اجاق. خب اینم از دلمه کلم که هنوز داره قلقل میکنه، الان من میکشمش توی ظرف تا کاملا از نزدیک ببینم. من یه مقدار از دلمه رو کشیدم، گفتم با بقیشم بکشم که شما ببینید چقدر خوب و تر و تمیز در اومده. حالا میگم بستگی به سلیقه شما داره که تو چه اندازه و تو چه سایزی بخواید درست بکنید، ولی با برگ کلم به نظر من این سایز خیلی خوبیه. بر صورت این برگای روش هم البته هست که من روش گذاشته بودم اینا رو، اینا هست که اگه کسی دوست داشته باشه میتونه میل بکنه، بسیار خوشمزه است اونم، به خصوص اون برگایی که کف قابلمه هست و سرخ شده حسابی. این دلمه ماست که امیدوارم دوست داشته باشید. میگم پختنش خیلی راحته، اصلا سخت نیست، و اون کلمایی که توی مایتابه مابقیش در حال مخوردش کردم و در حال سرخ شدنه، برای اینکه از همه موادی که داریم استفاده بکنیم و میتونیم از اون کلمه خورد شده که مابقی این کلم بود برای کلم پلو استفاده کنیم. حالا انشاءالله یه دور دیگه هم به شما توی یکی از این آشپزی ها کلم پلو پختن هم نشون میدم که اونم شیوه های مختلف داره. البته شاید مهمترین کلم پلو شیرازی باشه، ولی این تهرونیه که من درست میکنم، که با کلم قمری درست میکنن، کلم قمری هایی که سبز و سفته، مثل سیب زمینی سفته، با اون درست میکنن و با سبزیجات. اما من به همین شکل لوبیا پلو درستش میکنم، مخلوط چیز و کمی زرد و قرمز و اینا. خلاصه این بود دلمه کلم که تقریبا مثل دلمه های دیگه است. امیدوارم که درست بکنید و شما لذت ببرید.